مردمی ترین جبهه ای هستیم که تو تشکل‌های سیاسی ورود پیدا کردیم. ما متخصص این افراد انتخاب کردیم و کسایی که نه متعلقن به چپ و نه راست. ما یه مرامنامه‌ای دادیم کلیه دوستانی که اینجا اصلا امضا کردن، شاید از بالغ بر 200 خورده نفر ما مصاحبه کردیم، ارزیابی کردیم، ارزشیابی کردیم و اطمینان داریم و ایمان داریم و اعتقاد داریم دوستانی که اینجا هستن و تو لیست سامان ورود پیدا کردن توی ظرفیت‌هایی که بوده بهترین اشخاصی هستن که انشالله به مجلس ورود پیدا خواهند کرد. ما توی سامان نه اصولگرایی نه اصلاح طلب، نه چپیم نه راست، ما برای مردمیم، از مردم و برای مردم. یک، شنیدن صدای مردم بود. دو، اینکه درک واقع بینانه نسبت به مسائل کشور دارن، فهم اینکه کشور در این مقطع تاریخی نیاز به تحول داره. براشون موضوع منافع ملی اولویت هست و اصله، نه فقط اولویت بلکه اصله، و این احتمال دارن که یه بازتعریفی نسبت به مسائل یعنی منافع ملی اتفاق بیفته. اهتمام دارن به اینکه این منافع ملی جذب و اکتساب بشه، یعنی فقط در باز تعریف و نشر یک سند بنا ندارن اتفاق بیفته. اون چیزی که من در این جبهه مردمی مشاهده کردم، عزمی هست برای اینکه خالصانه و مجاهدانه نسبت به منافع ملی و اکتسابش اهتمام داشته باشن. اینی که الزام دارن و خودشون رو متعهد میدونن به اینکه مشارکت مردمی رو در اقتصاد، سیاست و موضوع فرهنگ اصل بدونن و این رو سرلوحه کارشون داشته باشن. حرکتی کردید، پنجره باز کردید برای مشارکت مردم، برای برون رفع از وضعیت فعلی که حالا عرض میکنم. پس این نکته اول. نکته دوم این که امروز در این دوره انتخابات این مردم هم که اقتدارشون رو نشون میدن، ولی ما هر دوره نیازمند حمایت مردمیم، رأی میگیریم ولی فراموششون میکنیم. تأسف من اینه، مردم سرمایه اصلی این نظام هم به مملکت هم، و اگه مردم مشارکتشون افزایش پیدا کنه، اعتمادشون بالاتر بره، سرمایه ملی است اعتماد مردم. متاسفانه کارکردها در این سالها، من نمیخوام کسی رو زیر سوال ببرم، دولت، مجلس یا ولی زحمت کشیدن 4 سال این مجلس یا این دولت، من کاری ندارم کاری که کردن. من به این توجه میکنم که احساس مردم خوب نیست. سامان آمده که اعلام کند برای تغییر آمدی که انشاءالله آینده بهتری داشته باشیم. امید رو در دل مردم زنده کنیم و فرزندان این جامعه، کودکان، زنان، جوانان، سالخوردگان، بازنشستگان، ورزشکاران، تمام گروه هایی که مشارکت دارن و همیشه مشارکت داشتن، خدا رو 100,000 مرتبه شکر، ما در 22 بهمن حضور مردم رو دیدیم. مردم قهر نمی کنند. من فکر می کنم بدون حب و بغض که آقا گذشته چه کردن، به آینده فکر بکنیم و برنامه ریزی بکنیم که چه باید بکنیم تا فقر و محرومیت از کشور رخت ببنده، تا مدل اقتصادی ما مدل تحولگرا و رو به پیشرفت باشه، مدل محرومیت زدایی ما دادن کیسه یا نمیدونم برنج و اینا نباشه. واقعا ما برای محرومیت زدایی مدل داریم، برای بودجه عملیاتی مدل داریم، بودجه متاسفانه هزینه‌ای که تو کشور چیده میشه و در مجلس روش دعوای زرگری میشه و هیچیش برای مردم واقعا فایده نداره. ما بخش خصوصی رو رها کردیم، بخش تعاونی رو رها کردیم، توسعه رو رها کردیم، مشارکت مردم رو در تحولات در مدیریت کشور رها کردیم. سامان یکی از کاراش حتما این خواهد بود که مردم رو در مدیریت کشور مشارکت بده.